سرنگونی ابرقدرت اون روز زمان ایران و بعد هم سرنگونی روم رو میدید و وعده میداد. وقتی که خبر به طرف مقابل میرسید و فرصت طلبان و مزدوران و برید مزدوران اون روزگار مضمون کوک کرده بودند که اینها امروز جایی برای قضای حاجت هم ندارند، اما خواب روم و ایران میبینند و فراوان نامه پخش میکردند و پیام میدادند از هر طریقی به این یکی یا اون یکی که اینجا برای چی وایستادید؟ 10,000 سپاه عرب آمده، شما که در احد هم شکست خوردید، مرگتون قطعی است، بیایید بروید نزد ابو سفیان امان نامه بگیرید. ابو سفیان امان نامه میدهد و زندگی شما را به خوبی و خوشی تضمین خواهد کرد. خندقی بود و فاصلش با اون طرف چندین متر با 10,000 شمشیر. 1425 سال قبل در دنیای جهل و بردگی، وای از تنهایی رسول خدا و یاران مخلصش، تا اینکه سرانجام خدا حتی باد رو به کمک فرستاد، اما سرانجام نه اول. وقتی قوله نعره میزد و قهقه میکرد و تنین صداش باز میگشت که کیست به جنگ با من بیاد، اون لحظه را دریابید که اگر نمیگفت آخه منم علیم، چه تعادل نمیچرخید.